در ویدیو قبلی قبل ترش همه رو گفتیم خدمت عزیزان، فقط خدمت شما عرض کنم که نوبت ضربای این ریتما، این ریتمای خودت کلن ضرباش سخت گرفتنش، یه خود ضرباتون رو توی این ریتما قوی کنید، اصلا کلن باید قوی باشه ضرباتون توی این ریتما، چون کلن این نوازنده باید ضربش فوق العاده قوی باشه، مخصوصا تو این آهنگا. حالا تو آهنگای 6 8 تا اینا که خب اون فرق داره، ولی این آهنگا آهنگای سختیه، البته اگه زنده بخواد اجرا بشه که دیگه بیس گیتار، گیتار، جاز، پرکاشن، حالا همش مال خودشون سوا دارن میذارن دیگه، اونجا دیگه خیلی سخت میشه کار، سخت‌تر میشه دیگه، ضرب باید خیلی قوی باشه که یعنی نوازنده‌های قهار، نوازنده عجوبه باید باشن که بخوان تو کنسرت یا تو استیج این آهنگا رو برگزار کنن بدون هیچ مشکلی، یعنی که هیچ کدومشون یه تیکه قاطی نکنن. سیاوش سینا هستم در خدمت شما، شماره 0921-241-44-30 0936-449-1296. با این دوتا شماره در خدمت شما هستم در زمینه آموزش کیبورد،
الان گفته بودم درباره آموزش هم گفتم توضیح داده بودم، ولی خب بعضی ها باز دوباره پیام میدن میگن چجوری قضیه آموزش میپرسن، چون ما دیگه توضیحات دادیم دیگه، همه چه گفتیم خدمت عزیزان، عزیزان میتونن برن ویدیوهای قبلی رو ببینن و صحبت های خاص دیگه رو گوش کنن. حالا ما آموزش خب بالاخره تو هر جلسه تو هر ویدیو میگیم، چون میگیم گفته بودم که شاید اولین باره که داری ویدیو رو میبینه و برای اینکه تو هر کدوم از ویدیو بحث آموزشه، چون هر لحظه فکر میکنه که برای اولین بار میخواد این ویدیو رو ببینه، به خاطر اونم من تو تمام کلیپام یه خلاصه از کارم و از آموزشم رو میدیم. بله 35 جلسه به صورت حضوری با عزیزان کار میشه، 100% تضمینی، و اگه 35 جلسه تموم شده عزیزان مشکلی داشتن، اون حالا 2-3 جلسه با عنوان ایرادگیری با عزیزان کار میشه که انشالله مشکلشون برطرف بشه. تو این 35 جلسه، حالا 37 جلسه که با هنرجو هستی به صورت حضوری، تمام مبحث ها، تمام درس ها، تمام چیزایی که باید بدونه، آکورد ها، گام ها، تئوری موسیقی، علم موسیقی، پنج نوازی، قوی کردن گوش، این خیلی مهمه، قوی کردن گوش به صورت که هر آهنگی رو گوش کرد بزنه، و خیلی مباحث دیگه با این عزیزان کار میشه اینجا. تا اینجا یاد نگیرن از اینجا بیرون نمیرن. و غیر حضوری هم در 35 تا ویدیو، حالا ما میگیم 40 تا ویدیو با ایرادگیری، 40 تا ویدیو، و اینکه به صورت غیر حضوری با عزیزان شهرستانی کار میشه، اونه که اشتراکشون دوره. حالا بعضی هم همین تهران هستن، بنده برامین هستم، حالا بعضی هم همین تهران هستن، برامین هستن، نمیتونم حضوری بیان، اونا هم غیر حضوریه. حالا ما تاکیدمون بر این نیست که غیر حضوری فقط برای شهرستانی ها باشه، نه، شاید همین طرفه خودمون غیر حضوری بیان، ولی حالا داریم توضیح به شهرستانی ها بیان، چون اکثرا تا اونجا که ما میدونیم 90 خورده درصد شهرستانی غیر حضوری کار میکنن، و ایدن این شهرستان شهرهای بزرگ ایران هن، تبریز هن، شیراز هن، اصفهان هن، کرمان هن. با این عزیزان به صورت 100% تضمین غیر حضوری کار میشه، تا 35 تا ویدیو با ایرادگیری، حالا 40 تا ویدیو، تمام مبحث ها برای عزیزان گفته میشه، طریق تلگرام کارا بهشون فرستاده میشه و جواب ها هم از همون تلگرام از هنرجو ما میخواد که مثلا ویدیوی مثلا تا ویدیوهای دو ویدیوی هشتم کار میکنیم با عزیزان، ویدیوی هشتم که تموم شد یه امتحان از هنرجو میگیریم و میریم ویدیوهای بعدی. 100% تضمینی، هیچ شکی تو کار نیست، هم به صورت حضوری هم به صورت غیر حضوری. خیلی ها به من زنگ زدن گفتن که ما مشکل داریم، هر جایی رفتیم مشکل خوردیم، هر جا پول دادیم به مشکل خوردیم، هر جا هزینه کردیم به مشکل خوردیم، و اینکه کار خوب به ما یاد ندادن، هر جا رفتیم یه آهنگ به ما دادن، یه نوت به ما دادن، یه چیزی که ما میخواستیم ما یاد ندادن. خب اکثر جا الان اینجوری شده، الان اینجوری شده که فقط هزینه میگیرن، آهنگ میدن، نوت میدن، آهنگ میدن، نوت میدن، اما ما کارمون اونجوری نیست که بخوایم آهنگ به کسی بدیم. ما پایه هنرجو رو قوی میکنیم، کار میکنیم هنرجو پایش قوی شه، آهنگ خودش در بیاره، نوت بذاره جلوش، خودش بزنه نوتو، نوت بین المللی، نه نوت دستی، تئوری موسیقیشو بدونه، هر کاری که اینجا میکنه مثلا یه آهنگ میخواد بزنه، چه گامیه، تو چه گامی داره میداره، از چه درجه ایه و چی کار داره میکنه، خودش تاله خودش به خود بجان خودش جواب بده، و اینکه خالی میکنه تو هم تو مجلس هم برای دلش، هر کی حالا هر کی به هر نحوی میخواد کار کنه این کارو ادامه بده، یکی برای دلش میخواد ادامه بده این کارو، یکی برای مجلس، یکی برای هزینه، یکی برای یکی یاد بگیره که استودیو بزنه، هر کی بخواد این کارو یاد بگیره، ما حرفه‌ای باش کار میکنیم، کاری نداره که طرف خود این کار به چه عنوان ادامه بده، ما باش کار حرفه‌ای میکنیم که انشاءالله تمام مشکلات نوازنده برطرف بشه، یه خودش بعدها آهنگ در میاره، خودش بعدها میشینه کار میکنه، اون موقع شاید 2-3 تا ایراد تو کارش باشه،
اون موقع ایرادش بهش میگیم، تلفنی هم بهش میگیم، مشکلی نداره. یکی فیلی اصلا نوازنده مشکل ایرادگیری دارن، هزینه ایرادگیری نصفه، و اینکه آکوردها رو نمیدونن، تئوری موسیقی رو نمیدونن، گاما رو نمیدونن، پنجهشون شده و خیلی ضرباشون قویه و خیلی مباحثی دیگه که باید بدونن. و اینکه مشاوره برای بعدیدان بیدیم بابت خرید دستگاه، بابت کاری، هر کاری که در باره آموزش ارگ باشه یا آموزش ارگ باشه، ما مشاوره بعدیدان بیدیم و چرا بتونیم وایدان یه همکاری خوب داشته باشیم. در آخر شماره 0924-0936-449-96 دیگه با این کارم که بهتون زدم دیگه کار زنده یه دیگه دیگه مورایی خودتون ببخشید. باز تو ویدیوهای قبلی گفتم اگه صدا بد میاد، اگه ببینید در من این ملودی دارم میدارم اینجا شما ببینید، خیلی آروم پشت کیبورد بشینید بدون هیچ استرسی، بدون اینکه ملودی رو گم کنید، آکورد رو چپ و راست بگیرید، آکورد رو بعضی اصلا گلن را اصلا چیزایی که اصلا گاما رو نمیدونن. بعضی حالا خدمت رو عرض کنم، یه عزیزی بود خدمت ما 10 سال کلاس میرفتش، بچه شهرستان بود، 10 سال کلاس میرفت، بعد بابا تماس گرفت و یه خلاصه تجربه که گفت و و ما کار کردیم 10 سال کار کردیم ولی چیزی با ما یاد نداره، فقط چند تا آهنگ بلدم و اینا. گفتم آکوردم بلدی؟ گفت آکوردم و بلدیم یه چیزایی. گفتم خب یه آهنگ خیلی کوچیک بفرست، یه آهنگ فرستاد، ملودیش از اینجا بود، آکوردش اینجا، اصلا اشتباه بود، خارج فارش بود، اصلا فارش کامل، یعنی ملودیش توی یه گام بود، آکوردش توی یه گام دیگه، فارش بود. اصلا نه در باره انواع آکورده رو میشناخت، نه انواع گام ها رو میشناخت، نه پنجهش درست بود، نه ضربش درست بود. مثلا من این ریتم رو میزدم، حالا اون اینجوری ضرب رو میگرفت، نه ضربش مشکل داشت، ضرب خیلی مهمه. ببینید این میشه ضربتون که ضرب رو باید نه اینجوری بگیرید، بعدها دیگه تو ذهن باید اینجوری بگیرید، تو ذهن انقدر باید ضربتون قوی بشه که تو ذهنتون اینجوری ضرب رو بگیرید. منتظر پیام ها، تماس ها، نظرات شما عزیزان هستم، ایشالله هر کاری داشتی در خدمت شما هستم. اول تماس، دوم تماس، سوم هم تماس، چهارم از تلگرام با من در تماس باشید، چون من اسمس زیاد نمیخونم این موقعی، اگه زیاده جواب ندادم یا اگه تلگرام پیام دارید نتونستم جواب بدم تماس بگیرید، یا اگه تماس گرفتید نتونستم جواب بدم و تلگرام پیام بدید. خیلی خیلی دوستتون دارم، روز شب بر همگی خوش و خدا نگهدار.